بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث شرح زیارت عاشورا، جلسه 64، تاریخ 2/6/81. استاد شجاعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یاد یاران که کنند از دل و جان یاری هم، پاز سر کرده روند از پی غمخواری هم. غم زدایند ز دلهای هم از خوشخویی، بهره گیرند ز دانش به مددکاری هم. چن کنند از خود و افزونی یاران طلبند، رنج راحت شمرند از پی دلداری هم. رنج بر جان خود از بهر تناسایی یار، حامل بار گران بهر یاد یاران که کنند از دل و جان یاری هم، پاز سر کرده روند از پی غمخواری هم. غم زدایند ز دلهای هم از خوشخویی، بهره گیرند ز دانش به مددکاری هم. چند کنند از خود و افزونی یاران طلبند، رنج راحت شمرند از پی دلداری هم. رنج بر جان خود از بهر تناسایی یار، حامل بار گران بهر سبکباری هم. همه چون گلچه به تنهایی و با هم چون گل، تنگ دل از خود و خندان به هواداری هم. رنجه گردند که راحت برسانند به هم، زخمی تیغ جفا بهر سپرداری هم. خب، این دو خصوصیت رو در زمینه ارتباط در این شعر 611 دیوان فیض خدمتتون عرض کردیم. دو بیت اول رو توضیح دادیم، این چه چهار بیتی هم که اضافه کردیم درباره یک خصوصیتی هستش که در روابط بین مسلمان ها در اخوت اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره و اون این هستش که انسان خودش رو به زحمت بیاندازه به خاطر دیگران. ما یک مرزی رو بین انسانیت و حیوانیت داریم که این مرز باید در اخلاق اسلامی شناخته بشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ده گروه هستند که در امت من روز قیامت به صورت حیوان محشور میشن. یعنی اول از این مسلمان هستند، در امت پیامبر هستند. ثانیاً حرکتشون، یعنی حرکت باطنی اینها در دنیا طوری بوده که اینها رو به مرحله انسانی نرسونده. یعنی اینها علاوه بر اینکه مسلمان بودند، اون باطن انسانی رو پیدا نکردن، در همون باطن حیوانی باقی موندن، طوری که روز قیامت وقتی محشور میشن اینطور محشور نمیشن که به صورت آدم باشن. به صورت چی هستن؟ به صورت حیوان محشور میشن. بنابراین مرزهای بین انسانیت و حیوانیت این یکی از مسائل خیلی مهم هست که شناخته بشه. ببینید، این که ما زحمت زیاد بکشیم مهم نیست. یادتون باشه تو هر کاری زحمت زیاد کشیدن مهم نیست. مهم این است که زحمت درست کشیده بشه، به موقع کشیده بشه و نتیجه داده بشه. ما نتیجه برامون خیلی مهم هست. نتیجه زحمت
البته نه انجام وظیفه، بحث انجام وظیفه یه بحث دیگه است. اون قسم ما و انجام وظیفه میکنیم، زحمت هم براش میشیم، به نتیجه نمیرسیم، خداوند اینجوری خواسته اینجوری عمل کرد، اون بحث دیگه است. ولی اون قسم خداوند از ما نتیجه میخواد، یعنی ما باید به یک وضعیت خاصی برسیم. مثلا کسی دانش آموز هستش، کسی در کنکور شرکت کرده، کسی در یه رشته دیگه شرکت کرده، مهم این است که این قبول بشه، این است که این قبول بشه. خب حالا یه کسی میبینی که زرکی میکنه برای این که قبول شه، کمترین راه رو انتخاب میکنه، کوتاهترین راه رو انتخاب میکنه، بی‌دردسرترین راه رو انتخاب میکنه. یه کسی هم زحمات خیلی 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 زیادی به خودش میده، آخر سر یه رتبه نه چندان به درد بخوری به دست میاره. مهم این استش که نتیجه چه حاصل بشه. بنابراین در حرکت به سمت آخرت، وقتی ما میگیم که یک ابدیتی داریم، اون ابدیت دارای شرایط زیستی خاصی هست، یعنی شما باید خودتو با اون شرایط زیستی خاص تطبیق بدی. مثل یه جنین، یه جنین باید خودش رو با شرایط زیستی دنیا تطبیق بده. مهم این هستش که وقتی متولد میشه چی باشه؟ سالم باشه، سالم متولد شده باشه. این که حالا تو جنین تو رحم 9 ماه زحمت کشیده، ممکنه 9 ماه زحمت بکشه به صورت یه بچه ای که 2 تا دست نداره، 2 تا پا نداره، عوضش 2 تا دم داره، مثلا با اصلا 2 تا سر داره متولد شه. کار شده، اندام تهیه شده، زحمتی کشیده شده، ولی به درد نمیخوره. مهم این است که زحمت به درد بخوره، نتیجه بده. این که ما میگیم ما به سمت آخرت حرکتیم، یا که پیامبر بفرمایند امت من به صورت 10 فرقه حیوان محشور میشن، اینه کسایی بودن که زحمت زیادی کشیدن، در حرکت هم بودن به سمت آخرت، کارشون نتیجه نداده، به صورت حیوان محشور شده، آخر قضیه حیوان محشور شده. لذا ما باید بشناسیم این کارا رو، یعنی ما باید بدونیم که تو دنیا که داریم زحمت میکشیم، حالا هی من وقت بذارم نمیدونم کار علمی زیادی کنم، کار عبادی زیادی بکنم، نمیدونم خدمت زیاد بکنم، چیکار بکنم، بالاخره باید بفهمیم هر کدوم از ما طبق مختصات خودمون چه کاری برای ما خوب هستش و نتیجه بخش هستش و ثمر بخش. چه بسا ما زحمت زیادی بکشیم، تلاش بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم ولی به نتیجه نرسه. این یادمون نره. این خیلی غم انگیز هست که ما زحمت بکشیم به هدف بره و آخرش هم حیوان مشهور بشیم. آخرش هم حیوان مشهور شیم. پس ما باید به کیفیت طی تاریخ، کیفیت زندگی کردن خیلی اهمیت بدیم. صورت‌ها هم نباید ما رو گول بزنه. که خب حالا ما الان کارمون هستش که تو هیئتیم، نمیدونم توی بسیجیم، توی سپاهیم، توی روحانیت هستیم، کار انقلابی میکنیم، کار برای امام زمان داریم کار میکنیم، یا کارهای مقدس انجام میدیم، نمیدونم فلانجا خدمت مردم میکنیم. باید مطمئن باشیم که این کار به نتیجه میرسه، ثمر بخش هستش. اصلا به هر حال روز تولد ما انسان متولد میشیم، سالم متولد میشیم. این مرزها رو ما باید بشناسیم. خیلی وقتا ما زیاد تلاش کردنمون، به خصوص وقتی رنگ مذهبی داره، گولمون میزنه. میگیم اوه ما مثلا 40 سال ریشمون رو سفید کردیم در اسلام، در هیئت، برای خدا، برای چه، برای چه، برای چه. یا مثلا اینقدر ثواب نماز خوندن داریم، اینقدر ثواب کمک کردن مردم داریم، اینقدر پول خرج کردیم، نمیدونم چند میلیون تومان جهیزیه گرفتم تا به حال، چقدر عروس رو فرستادم خونه شوهر، چقدر هی میشین. ببینید باید دقت بکنیم که کار باید نتیجه بده، ممکن است حجم کار زیاد باشه ولی بی نتیجه باشه. پس شناختن مرزها خیلی مهم هست. ما باید مرز بین انسانیت و حیوانیت رو بشناسیم، بدونیم ما تو چه حالتی آدمی، تو چه حالتی حیوان هستیم. حالا مبنی ها رو نمیخوام همه رو برای شما بگم، فرصتی هم نداریم الان راجع به این قضیه. اگر انشاءالله رسیدم همین یه حدیث رو براتون بعدا کاملش میکنم، الان فقط یه توضیح میدم راجع به این. ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید که 10 گروه رو آدم حساب نکنید. 10 گروه آدم نیستن. آدم نیستن یعنی چی؟ یعنی اگر هم یه متولد چه حیوان متولد میشه، باطنش چیه؟ باطنش حیوان هست. میفرماید یک گروه کسایی هستن که وقتی یه جا می نشینند
یه جا نمیشینم شما چرا نشستید همتون؟ وقتی جا تنگ همه دو زانو نشستند او چهار زانو نشسته باشه. حاجی فهمیدید؟ او چی نشسته باشه؟ چهار زانو. الان جا هست و همتون چهار زانو نشسته، هیچ مشکلی نیستش. ببین حضرت معرضه که کجا میبره؟ معرضه که کجا میبره که انسان به خاطر خودش دیگران رو چکا بکنه؟ به زحمت بندازه، حرمت دیگران رو رعایت نکنه، اونقدر غرق خودش باشه، غرق خودش باشه که مردم رو مثل خودش نبینه. در روایت داریم که ما اگر این خصوصیت رو رعایت نکنیم اساساً از تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی خارج میشیم، یعنی به هیچ وجه تحت عنوان مؤمن و انسان تحت ولایت خدا دیگه قرار نداره. این تحت ولایت شیطان. اون کدوم زمانی هست؟ اون این زمانی هست که انسان اون چه که برای خودش میخواد برای دیگران نخواد، یا از اون چه که برای خودش خوشش نمیاد برای دیگران خوشش بیاد. فرمودن از اون چه که برای خودتون پسندید برای دیگران همون رو پسندید، اون چه که برای دیگران پسندید برای خودتون پسندید، اون چه که برای خودتون نمیپسندید برای دیگران نپسندید. مبناست شروع آدمیت، اینجاست شروع آدمیت. تجربه فرمودید؟ این وقتی دختر تو صف وایستادی، صف نوایی، چشمت نزنی بره فلانی فلانی بعد دوتا هم برای ما اضافه بگیر، آقا که داری میگی تو صفت جلوتره، حق دیگرانه نمیتونی بگیری دوتا اضافه تر بگیره. این آدم ها رو نگاه کن، این زن آمد از صبح مادم تو صف وایستادن، تو فکر نیم الان دیرمه، زن بچه هم میرم صبحونه میخوان، سرویس هم میره، باید یه چیزی بخوریم بالاخره، من باید بالاخره ناسلامت اسم مرده مالی بگیم بخریم بگیم چه نمیتونی برگردیم خونه، باید بانون برگردیم خونه، به هر قیمتی میخوای بانون برگردی خونه، مادر بالاخره عاطفه داره دوست داره برگرده. ولی دقت بکنیم ما میخوایم یه دو چهار تا نوبت دیگر رو بگیریم، یه کس دیگر ما یه کار کنه ما نمیپسندیم، ما نمیپسندیم این رو. حق دیگران از حق و ناسه. به محضی که وارد این معقوله شدی که تو جلو بیفتی، تو جلو بیفتی از دایره آدمیت خارجی، اومدی مشاوره، وقت مشاوره است، میگه ای کاش من پنج نفر جلوتر باشم، ای کاش پنج نفر جلوتر باشم، به حرف بعدی نیست، شما میخواد زودتر بده کارش راحت شه. ولی اگه بیفتی جلوتر خطرناکه، خودتو بندازی جلوتر خطرناکه. اومدی سوال کنی، همه نشستن سوال دارن، بعد تو زودتر از همه پری جلو سوالتو میکنی، فکر میکنی زرنگی کردی، برد کردی سوالتو کردی، پاشیم بریم زودتر بقیه ببینن. نه خب بقیه هم نشستن مثل شما کار دارن، وقت بقیه چند روز علاف بودن وقت گرفتن برای که مثلا فرض فرمایید که فلان کار رو انجام بدن، شما میخوای بدون وقت بری؟ یه موقع صاحب وقت به شما یه وقت خارج از نوبت میده، او وقتی است. یه موقع نونوا شما رو میشناسه، دوست داره، فرض فرمایید بنده که رفتم اونجا به من یه ارادت خاصی داره، خارج از نوبت میدونه تو صفم وایستادم یا اون وره وایستادم، به من میگه که بیا جلو، شما چقدر میخوای؟ من پنج تا میخوام، اینا پنج تا من برو. نوبا اگر این کارو کنه برای من طلبه و من آخون مستحبم هست، مردم هم هر چی میخوام بگن بگن، برای من مستحب است بپذیرم احسان اون رو. راجع فرمودید مستحب است، منده کسی خواسته به اکرام کنه، همون واس ولایت داره، خدای اجازه رو بهش داده، حالا که داره نون میپزه به یه نفر جلوتر نون بده، آشنا داره رو تنمیم بده، میخواد این کارو بکنه. ها موبا که مثلا به زن و بچهش نمیده که مثلا برو تو صفای صفم وایسن، اونو خوش نگه میمده، دوست داره من طلبه پنج تا نون زورتر بده، اصلا اصلا بدون چیز بده، بدون نوبت بده داد. اما شما اینجور موارد مستحب بس بپذیر برای بنده پذیر. یه وقت نه، من انتظار دارم چون من نوبت من جلو بندستم، این حیوانیت هست که من به هوایی که مثلا فرض کنم طلبه ام، روحانی محل هم، نماینده مجلسم، مدیر کل فلان جا هستم، تو صف نیستم، این خیلی بده، این خطرناکه، روحیه بسیار خطرناکه است، نوبتم از نوبت بقیه جلو بیفته، چون من مثلا فرض کنم باید که با فلانی رفیقم، نه و هم نوبت دیگه همه بایستن شما باید بیستید، من انتظار داشته باشم یا اقدام کنم براش از انسانیت خارج میشم. حضرت میفرماید شما اون موقع یه آدم نیست، خارج میشه از دایره انسانیت. پس هم چیزی که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند، هر چیز. این مرزه هایی که از مرزه های مهم هستش.
هر چی که ارزه ناس متعزل نفسش، راضی باش برای مردم اون چیزی که برای خودت میخوای، اون چیزی که برای خودت میخوای برای مردم همونو بخوای. این حد شروع مسیر آدمیت، یعنی درو که باز بکنی بخوای تو آدمیت قدم برداری، درش این هستش که به این درجه از انصاف رسیده باشی، در همه کارهات به این درجه از انصاف رسیدی. میخوای از یه نفر نقد کنی، یه نفر رو مورد انتقاد قرار بدی، ببین اگه خودت جا اون بودی دوست داشتی چجوری باید رفتار میکردن، همونجوری رفتار کن. اینجوری بذار خودت جای او و خیلی چیزای دیگه. حالا اگه بخوام اینو بگیم، این داستان انصاف رو توی بحث چیز توضیح دادیم، بحث حقوق برادران مراجعه کنید به آموزش دین توضیح دادیم قاعده انصاف رو، یا قاعده مساوات بهش میگن. خب پس اولین مرحله این استش که ما اون چی رو که برای خودمون میخوایم برای دیگران بخوایم، از اون چی برای خودمون خوشمون نمیاد برای دیگران هم خوشمون نیاد. این مرحله اول. لذا حضرت میفرماید کسی که تو جای تنگ چهار زانو مینشینه به دیگران فشار میاره، اذیت دیگران. از خدمتتون که از انسانی نیست این کار، کار درستی نیست. دیگران به خاطر ما به این زحمت بیفتن، از تحمیل کنیم خودمون، تصمیم بگیریم و تحمیل کنیم چیزی رو بر دیگران. ریال چشمشون کور، باید بپذیرم من الان اینجوری دوست دارم، نمیشه، این نمیشه. میخوام تو خونه هم مثلا صدای نوارم رو زیاد کنم، خب که نمیخواد بشنوه، نمیشه. شب میخوام تلویزیون نگاه بکنم، نمیشه. شب میخوام نماز شب بخونم، خواب میزنم سر 40 نفر، نمیشه که. و خب نماز من حالا چون نماز شب میخواد بخونم سر دیگه خواب بزنم سر بقیه، نمیشه. چون ما نمیدونم هیئت داریم، باید صدای بلندگونی نمیدونم را حتی دور اسم بشم پخش شد، نمیشه. بیارا اذیت میشن، های کار مقدس رو دارم میگم، چون ما دیگه کار شخصی رو بدون دیگه چقدر بدتر هستش، ما این کار مقدسه، حق ندارین به خاطرش دیگر رو اذیت بکنیم. یه موقع توافق جمعیست، روح جمعیست، زمان خاصی هست. حالا بعضی هم ناراحت میشن، ناراحت شد. ایام عاشورا هست، ایام محرم دستجات هست، شب بیرون میرن، سینه زنی هست، قروق راه هست، بستن راه هست. این که باید باشه، یه چیز عمومیش به حق سید و شهد هست به گردن همه، کسی خوشش بیاد نشد نیاد فرق نمیکنه، باید انجام شد. و مواردی هست، موارد عادیست، میشه این کارو نشد، نباید بکنه، نباید اذیت بکنه دیگر، فشار بیاره به دیگر. حالا تو کارهای شخصی تو خونه، مثلا ما خیلی وقت میشه تو خونه همینجوری میشیم، مستبد میشیم، مستکبر میشیم، فشار میاریم به خاطر خودمون دیگران، به خاطر شکممون به دیگران، به خاطر خیلی چیزهای دیگه اذیت میکنیم دیگران، در فامیل، در روابط دوستانه. این خوب نیست، این انسان رو از دایره انسانیت خارج میکنه. پس اولین مرحله آدمیت مرحله است که انسان بتونه به خودش بگه تو هیچ امتیازی به دیگران نداری، هیچ امتیازی به دیگران نداری که بخوای به خاطر تو دیگران به زحمت بیفتن، دیگران بخوان به خاطر تو چی بشن؟ به زحمت بیفتن. راحت طلبی تو کار جمعی، فرار کردن، کارهای کم زحمت رو انتخاب کرده، اینا همش حاشیه از نشانه حیوانیت است. ممکن است یه اردو برن، افراد همه هم کار کنن، ولی بعضی ها میرن کارهایی رو انتخاب میکنن که اون کارها زحمت زیادی نداره، ظاهرش نست اینا هم کار کردن، ولی خب این روحیه حیوانی هست که ما تو کار سختی رو برای دیگران بخوایم. نه، هر وقت حاضر شدیم که عرض کنم خدمتون که سخت ترین کار رو انتخاب بکنیم، این نشون دهنده آدمیت ماست، نشون دهنده آدمیت ماست. خب پس این یه مرحله که ایشالله روی این باید فکر بکنیم که ما اولین پله آدمیت که باطن ما شبیه آدم میشه این مرحله است که به قاعده انصاف و مساوات عمل بکنیم و حاضر نشیم دیگران رو چکار بکنیم؟ اذیت بکنیم و به زحمت بیاندازیم. خب مرحله بعد که در روابط بین دوستان هست، یه مرحله بالاتر هستش.
این دیگه اوج گرفتنه، یعنی آدم یواش یواش از اون مرحله آدمیت که رسید اوج میگیره و در فضای انسانیت و شبیه شدن به خداوند تبارک و تعالی پرواز میکنه. اون که این اون موقعی هست که انسان حاضر است برای دیگران خودش رو به زحمت بیندازه، حاضر است برای دیگران خودش رو به زحمت بندازه و سختی رو به خاطر دیگران چکار کنه؟ تحمل بکنه. سختی رو به خاطر دیگران تحمل بکنه توی روابطی که هستش، به مرحله مودت برسه. مرحله مودت در دوستی توضیح دادم یعنی چی؟ گفتیم مودت نوع خاصی از محبت هست که انسان در اون محبت خودش رو به دیگران به خاطر دیگری طرف مقابلش به زحمت میندازه، تلاش میکنه، عملی انجام میده، از کن فشاری رو تحمل میکنه و حال رو سرمایه گذاری میکنه، چه سرمایه گذاری فکری و دلی، چه سرمایه گذاری از کن خدمتون که بدنی و مالی، از هر جهت سرمایه گذاری میکنه. بهش میگن مودت. حالا در شعر میفرماید کم کنن از خود و افزونی یاران طلبند، رنج راحت شمرند از پی دلداری هم. یعنی اینا چیکار میکنن؟ خصوصیتشون چی هستش؟ خصوصیتشون هستش که اگه خودشون کم بیاد ناراحت نمیشن و چیو میخوان؟ افزونی یاران طلبند، رنج راحت شمرند از پی دلداری هم. برای دلداری دادن به هم دیگه، گرم کردن هم دیگه، رنج رو راحت تحمل میکنن، رنج رو راحت تحمل میکنن. این از مسائل بسیار پیش پا افتاده و کوچک شروع میشه تا مسائل مهمتر و عالیتر که حتی دادن جان هستش، همه جور هست که انسان بخواد نسبت به دیگران چکار بکنه؟ یه سختی رو تحمل بکنه. تمرین توی یه همچین کاری انسان رو خیلی بزرگ میکنه. یادتون نره بعضی از عزیزان هبیرم یاد دستورالعمل دستورالعمل دستورالعمل، بهترین دستورالعمل از خدمتون دارم عرض میکنم، یه تمرین خیلی خیلی خوب هست. یاد بگیریم از همین اعضای خانواده شروع کنیم خودمون رو به زحمت بندازیم. سر سفره نمک کمه، کی پاشه بره بیاره خوبه؟ من پاشم برم بیارم خوبه. آب یادشون رفته، کی بهتره پاشه به درست کنه بیاره؟ تو کار داری، باید بری در یخچال یخو برداری درستش بکنی، بیرون بیاری، توی پاش بندازی، آب بندازی روش، لیوان یه موقع ببینی نشستت باید بشوری بیاری. کی باید پاشه بیاره سر سفره؟ من پاشم برم بیارم. یه دونه ظرف کمه، هر چی که هستش بهتره من این کار انجام بدن، هم تو روابط شخصی ها بهتره من این کار کنم. این چه فکری است که من وقتی نشستم فکر کنم که من هیچ وظیفه‌ای هم ندارم؟ نه، ما این کار انجام بدیم، یعنی که مستحق تر از خودمون برای این رنج کسی رو سراغ نداشته. رنج که حالا نیست، رنج میخوام بگم که نفس تنبله، نفس تنبله. انسان اگر رهاش بکنن به خاطر که بی نهایت طلب هست و میخواد هر چی که اراده کرد همون حاصل بشه، یعنی که میخواد به یه جایی برسه که از خدمتون که هیچ نوع زحمت نکنه. برای همین توی خونه، توی بهشت، تنبل خونه است دیگه بهشت. آدم وقتی میره تو بهشت خدا میگه اینا فقط تنها زحمتی که میکنن میل کنید، میل شریف. خداوند همین میگه فیها ما تشته الانفس و طلب الاعیون. تو بهشت اون چیزی که انسان اشتها میکنه هست، به محض اینکه میل پیدا میکنی حاضره، حتی لازمش دستور بدی یا مثلا اشاره بکنی یا حرفی بزنی که مثلا من اینو میخوام، آی مثلا گل منو شما رو مثلا فلان رو بیار یا پاس مثلا از اون شراب طهور. نه اینجوری نیست. و تلذذ الاعیون میگه به محض اینکه شما لذت یه چیزی هوس میکنی، لذت میبری، قرآن میفرماید اون پیش شما حاضره. یه تنبل خونه حسابی، بلکه انسان تنبله، دوست داره اینجوری بشه، دوست داره هر چی اراده بکنه همون چی بشه، حاصل بشه براش، همینجوری میخواد بی زحمت حاصل بشه، خودش تکون نده. خدا رحمت کنه شهید متعدی از یکی از این سلاطین نقل میکرد که
سلاطین اینقدر تنبل و ترپرور میشن که از اینکه مثلا فرض کنید کتشون هم درارن، آیا به من میگن مثلا یک کسی باید بیاد کتشون دره، یک کسی باید لباسشون تهشون کنه، یک کسی باید بیاد نمیدونم کفششون رو جفت کنه جلو پاشون، بعد این زحمت ها رو نمیکشن. حمام هم میخوام برم، میخوام برم اونجا خودشون رو بندازن جنازشون اونجا، یک کسی بیاد بشویشون، یک کسی بیاد خشکشون بکنه، یک کسی لباس تنشون کنه. همینجوری میگه کیشون به دماغش میومد، به غلامش گفتش که غلام دماغ هم اومد، غلام هم این دستمش یه جلو بینی مبارک که مثلا آقا، بعد گفت غلام پس چرا نمیاد؟ گفت غلام فینش هم من باید کنم، این رو خودتون زحمت بکشید. حالا بعضی اینجوریه، یعنی تنبل نفس اینجوریه، نفس اگه ولش کنی به غلام میگه که فینش هم تو بکن، اینجوری هستش، یعنی من اینقدر هم حالش ندارم که یه فیلم بکنم، لذا اگر ولش بکنی اینجوری میشه. بعد توی اینجا خیانت کردن ها، ظلم ها شروع میشه. این که شما میگه مدیر یه دفعه قصاب کار در میاد، یه مدیر کلی و مدیر یه جایی میشه رئیس، یه دفعه اختلاس های چند میلیونی میکنه، اختلاس های بزرگ میکنه، دوزی ها به تولمان اشرافی گری، برای اینکه این به این روحیه مساوات نرسیده. این فکر الان به تولمان چند تا ماشین در خونش پارکه، چجوری شده به این روحیه رسیده؟ من نیر مردم گرسنه هستن، من نیر مردم مشکلات دارن، این همه شکمان گرسنه اطرافش، چجوری میشه یه نفر مثلا حقوقای آنچنانی و عبیتورمان امتیازهای آنچنانی و سهمهای آنچنانی و پاداشهای آخر سال آنچنانی و برای خودشون ببرن و بدوزن، مردم بدبخت یه برای اجاره خونه لنگ باشن، یه عالم انسان، چجوری میشه آدم اینجوری میشه؟ برای که از اول خوش تربیت نکرد، بی تربیت بار اومده، تحمیل خودش بر دیگران، من رئیسم، من مدیر کلم، من وزیرم، من مشاورم، من معاونم، من کی هستم؟ به دیگران ترجیح دارم امتیاز بیشتری باید داشته باشم. چجوری میشه آدم اینجوری میشه؟ بعد سر از طاغوت بودن در میاره، سر از نمیدونم آی نمیدونم به کسی ولی همچی حرفی زده، چجوری میشه اینجوری میشه؟ بچه‌ها همون اول جلو خودشون نمیگیره. اگه آدم از همون بچگی سر سفره تو خونه خوش تربیت بکنه، وقتی به ریاست هم رسید هیچ وقت امتیاز برای خودش قائل نیست. به عالی‌ترین درجات هم رسید آدم زندگی میکنه. طاغوت نمیشه. طاغوت یعنی طغیان نفس، طغیان طبیعت علیه فطرت. اینجوری تو دزدی بکنه بیت المال، بگی من مالی ضرر دارم. نه. اینجوری نمیشه. و تربیت بکنه خودش رو. آدم تنبله. نفس رو اگر تربیتش نکنی، بهش فشار نیاری، این تنبلی هست. این تنبلی هست. حالا وقتی میگم رنج، شما فکر نکن وقتی میگیم رنج یعنی یه شکنجه. نه. نفس تنبله. اجازه نباید بهش بدی نفس بکشه. اگه برای همون یه دونه نمک دونه آوردن، یه پارچه آب آوردن، گذشتن از نمیدونم پاچه مرغ و تعدیق غذا، حاضر نباشی به خودت فشار بیاری، سر از یه جای دیگه در میاری. همونجا جور نفس رو بگیر، همونجا نظر این طاقت باز در بیار. قضا به تو نرسید، خب نرسید، قرار نرسه به یه نفر دیگه قضا دیگه، خب به تو نرسه، تو نخور که مستحق تر از تو. چرا مادرت نخوره؟ چرا پدرت نخوره؟ چرا آشپز نخوره؟ چرا داداش کوچیکه و خواهر کوچیکه نخوره؟ چرا همسرت نخوره؟ تو نخور. کی مستحق تر از ما واقعا وجود داره؟ مستحق تر از من برای اینکه جلوی تعبای نفسم رو بگیرم، جلوی تنبلی نفسم رو بگیرم، جلوی شکم رو بگیرم، کی بهتر از من وجود داره؟ همین که گفتی بذار یکی دیگه نخوره، ما بخوریم، خطرناک. از همینجا نطفه طاغوت شدن و جنایت‌های بعدی بسته میشه. حالا شما بگو حالا به تعدیق مقابلی داره؟ چیزی نیستش. بله. از همینجا که انسان شروع میکنه، سر از یه جای دیگه در میاد. برابر این خود این که دارم میگم عزیزم دقت کنید، این مال مواردی است که ما تصمیم میگیریم خودمون اینجوری باشیم. یه موقع است نه، دیگران ما رو مقدم میدارن، اون بحث دیگه است. داشت فهمیدی؟ دیگران ما رو مقدم میدارن. داشتن قضا پخش میکنن، اول اونا دادن به شما بگی بخور میشه جلو به واقعا نرسی خدا دشمن رو بکشه ایشان. کاری نداریم. یه الهی ما سیر شدیم دوست نارم بکشه. یه رو بس نه، تو تصمیم میگیری خودتو مقدم بذاری، تصمیم میگیری جلو بیفتی و دیگران زبشنی وسط جا بمونن. نمیشه این نه. اگه کار کسی جا بمونه شما، اگه کسی کار آخر باشه شما آخر باش، اگه کسی تو گرمترین جا بخواب شما تو گرمترین جا بخواب،
اگر کسی سرتر اینجا بخواه شما سرتر اینجا باش، اگر کسی پسترین امکانات بهش بشه شما به شما برسه. چرا رفیه عقب بمونم من جلو بیفتم؟ این باید جا بیفته برای ما. تا این جا نیفته و ما به محل نرسیم امکان نداره، ولی با مقدس ترین صور هم زندگی کنیم باز حیوان است. چرا؟ چون انسان های شریفی که چه بسا ارزششون از ما بیشتر هست و پایین تر از خودمون میدونیم و این تکبر هست اسمش. و خدا من هرگز یک انسان رو با چنین روحی بهش راه نمیده، محضر خودش راه نمیده که من یه ذره گندگی بکنم. تکبر یعنی بزرگتر. من وقتی گفتم تعدیه رو من بخورم، من حالا این مثال تعدیه مثال میزنم برای که پسترین چیزها میخوام مخصوصا بزنم که ارزش غذایی هم نداره. وقتی من این بخورم چستی به نخوردش، یعنی من بزرگتر از این هستم. به نفس من باید بخورم، ارزش من بیشتر است، من باید بخورم. تا با نتونیم این منه رو بذاریم زمین و اجازه ندیم که طغیان بکنه علیه دیگران، وارد مرحله آدمیت نمیشیم. خب حالا این باشه طلبتون تا هفته بعد که انشالله هفته بعد پنجشنبه کلاس نداریم، یادتون باشه که انشالله توضیح بدن این بحث رو برای شما. یه صلوات خط بفرمید. یکی دو تا سوال هم بخونیم که سوال ها هم جواب بدیم. فهمیدن که مگر شما نگفتید که در عالم آخرت هر کس بر سر سفره اعمال خیش است، پس چگونه اموات از صلوات ها یا صدقات یا هر عمل خیلی که برای آنها انجام میدهیم سود میبرند، چون عمل از کس دیگر ساده شده و ربطی به شاکل مرده ندارد؟ ببینید عالم آخرت چه گفتیم؟ که هر کس بر سر اعمال خودش هستش. این که در آخر نامه اعمال بسته میشه مربوط به قیامت هست که بسته میشه و یعنی حساب از دنیا، چیزی به نام دنیا دیگه وجود نداره. یا اومد تو بعد دلال از غیر الاز این زمین دستاتش برچیده میشه، چیزی دیگه وجود نداره که برای ما بفرسته. تا اون موقع دنیا هست، دنیا هم با آخرت یعنی تا برزخ. شما که وارد آخرت قیامت که نمیشیم، که وقتی قیامت شده دیگه دنیایی نیست. تا وقت قیامت بشه دنیا هست. دنیا که هست، دنیا و آخرت و طول هم هستن، توضیح دادیم. انسان ارتباطش با دنیا قطع نیست، بنابراین هر چه بکارد همان میدرود. حضور فیزیکی خودش لازم نیست. شما اعمال صالح انجام داده باشید برای شما میاد، اعمال شر هم انجام داده باشید برای شما میاد. به حال اون چیزی که هست از دنیا میاد برای آخرت، تو خودت زمینشو کاشتی. این که شما یه حضور فیزیکی داشته باشی اصلا لازم نیست. مرکز فساد انسان تهیه کرده، حالا مرده، این مرکز فساد دائما داره خوراج جهنمی میفرسته در طرف میاد براش. مرکز خیلی درست کرده، هدایتی درست کرده، این داره میوه تولید میکنه، بله تولید میکنه براش میاد. صلوات دیگران چرا؟ صلوات دیگران خود راهش رو باز گذاشته، شاکل قفل نیست، بسته نیست، پذیرا هست. ما میخوام هدیه کنیم، خداوند فضل خودش اهداء صلوات و خیرات و صدقات و دعاها رو پذیرفته، هیچ مانعی هم نداره. اینکه ما بعدا سر سفره خودمون میشینیم زمانی است که تمام اسباب و علل قطع میشه و انسان هستش و شاکله خودش. وقت بسیاری از صلوات و صدقات و اعمال خیلی هم که ما میرسه باز محصول کار خودمونه. یعنی شخص یه آدمی بوده، عرضه داشته، روابط خوبی با دیگران برقرار کرده، دیگران دوستش داشتن، هر وقت یادش میکنن یا خدا بیامرزش، من یه کلمه خدا رحمتش کنه فلانی رو، یه رحمتی برای اون میره و یه شادی به اون میرسه. گاهی وقتا هست نه، ما کس خاصی رو نمیشناسیم، براش هم فاتحه میفرستیم، این به رحمت ماست. میگه با شب اجام خدا یه همه اموات رو بخش رو بینید، به اموات هم میرسه. مسئول بچه زنا یا ولد زنا خود دو فرد هستن یا اینکه مسئول اجتماع هست؟ هر دوشون هستن، هر دو مسئول هستن. گاهی وقتا اجتماع زمینه همچه کاری فراهم میکنه، گاهی وقتا از کار خدمتون که افراد هستن که این کار رو انجام میدن.
سوال خوبی هست، موضوع بحثی هم که کردیم مربوط هستش. فرمودن که این که شما گفت دو دیگران رو در دعا ما مقدم بداریم به چه جهت هستش؟ چرا که انسان ذاتا خودش رو دوست دارد، حال این که تقدم فقط راجع به جهات راجع به مادیات می شود، یا اگر انسان برای هدایت تقرب نیز دعا میکند باید تصریح اجابت باید برای تصریح اجابت دیگران تصریح اجابت دیگران رو مقدم بدارد. اصلا خدمتون که در دعا آمده که در آداب دعا که دیگران رو برای حاجت هایشون دعا بکنید. شما حتی اگه برای تقرب هم به خدا میخواید، اگر دیگران رو برای حاجت های مادیشون هم دعا بکنید، باز در تقرب شما اثر خواهد داشت. اینکه دیگران رو دعا بکنید به همین خصوصیت برمیگرده، انسان از پوست منیت در میاد. حالا این هم بحثی است که هفته بعد میخواستیم خدمتتون عرض بکنیم که در دعاها دیگران رو مقدم بدارید. این شما به یه فضایی رسیدید، به یک منبع اجابتی، کهف اجابتی رسیدید، حالا میخواد بهره برداری کنید. این مشکل دیگران در مد نظر داشته باش، رد شدن خودت رو با دیگران رد نشیم. ما حالا تو شعرم توضیح میدیم، ما باید بهشت هم برای با هم دیگه باید بریم. اینا هم باید اینجوری باشه که بهشت هم بدون دیگران لذت نداشته باشه براش. هر جا میخواد بره با کی بره؟ ببین خدا اینجوریه، خدا من از تک خوردن خوشش نمیومد. خدا کامله دیگه، موجود کامله، نیاز به بنده نداره، نیاز به هیچ کس نداره. اما باز دوست نداشت تنها باشه، دوست نداشت تنها باشه، دوست داشت میلیاردها انسان از قبل او بخورند و شاد شند و کیف کنند. انسان ها رو خلق کرد تا جود برسونه، تا رشدشون بده. ائمه هم همینطور هستن علیهم السلام، ائمه هم انسان های کاملی هستن. امام زمان بفهمد قصه ما به خاطر شما، به خاطر خودمون نیست. ما ها بی نیازیم، ما در محضر خدا هستیم و بی نیازیم. قصه ما به خاطر شما، برای که خودتون رو دوست داریم، به خاطر خود شماست. بعد لفت ائمه بدون ما هم لذت نمیبرن، نه اینکه لذت نبرن ضعف دارن ها، دوست دارن که ما در کنارشون باشیم. دیگه تو دعاهاشون به زبان ما میندازن که شما چیزی که میخواید از خدا میخواید بخواید که با ما همسایه باشید، ما هم دوست داریم همسایه شما باشیم. ائمه ناخن چجوری هستن؟ دوست دارن با ما باشن. ما خیلی وقتا بدمون میاد از ائمه علیهم السلام، خوشمون نمیاد باشون باشیم، فاصله میندازیم بین خودمون و اونا، ولی اونا همیشه دوست آغوششون بازه. همیشه قیچی ها، دعواها، قهر کردنها، فاصله افتادنها از ماها بوده، از ائمه که نبوده. چه از امام زمان که به ما قهر میکنه، که ما رو فراموش میکنه، که دست نفرین برمیداره برای ما، همیشه ما هستیم. برای این اساسا انسان بهشت هم که میخواد داره باید با دیگران بره، اونجا با دیگران لذت هم داره. بهشت قرآن هم که نگاه کنید وقتی بهشت رو میگه تصویر جمعی هم از بهشت ارائه میده، همه دور هم جمعن، با هم صفا میکنن، با هم میگن، این تصویر جمعی بهشت. مثلا در دعا هم انسان باید دیگران رو به یاد داشته باشه، مقدم بداره، از این پوست منیت و خودخواهی چه در بیاد. یه چیز دیگر هست که در شیطان و صور مقدس گفتیم، الان قبلا توضیح مفصل دادیم، الان اون که از بعضی از آقایون که تازه آمده باشن یه ذره خوب درکش نکنه، باید هستش که سبقت در معنویت در مسائل انسانی بدون ظرفیت خطرناکه. بچه فرمودید بدون ظرفیت خطرناک. انسان زمانی دیگران جلو بیفته از نظر علمی، از نظر معنوی، که دیگران رو دوست داشته باشه، با دیگران دوست داشته باشه، تواضع داشته باشه، در به اصطلاح مقابل دیگران مردمی باشه و مردم باشه. گاهی وقتا انسان مقامات معنوی رو میخواد، مقامات علمی رو میخواد، و این مقامات معنوی و علمی زمینه تکبرش میشه برای دیگران. بچه فرمودید زمینه فخفوشی میشه برای دیگران، زمینه کلاس گذاشتن میشه برای دیگران، به قول امروزی ها زمینه میشه که آدم های دیگر کوچولو ببینه. این روحیه بسیار بسیار خطرناک، که تو اگر نظر معنوی روش کردی بقیه رو هی یه سر آلوده و کثیف ببینی، اگر نظر علمی روش کردی هی بقیه رو نفهم و جاهل و بی سواد و بی تخصص ببینی، این خوب نیست. انسان هر چقدر روش میکنه باید با دیگران طبیبانه تر بر خود کنه، بیشتر توی مردم باشه، مثل اهل بیت علیهم السلام که تو مردم گول میخورن و قاطی مردم هستن. انفسکم فی النفوس، با اونا باشن، قاطی اونا باشن، مثل پیغمبر که راحت با یه عرب بادیه نشین، عرب جاهلیت هم کنار میاد و حرفشون میزنه و صفا هم میکنه و این خوب استش. برای همین هم یه موقع نباید یه جوری اوج بگیره که
خود این عجیبه منشأ تکبر و منشأ به اصطلاح خدای نکرده روحیات بد و فاصله افتادن و این چیزا بشه. لذا انسان اولش هم که میاد، حتی معنویت هم هست، حتی رشد هم هست، حتی سعادت هم هست، برای دیگران هم بخواد. البته تو جنبه های آخرتی یه خوب دقت کنید، در جنبه های آخرتی که مربوط به نجات هست و مربوط به رستگاری هستش و مربوط به اون مسائل هست، هیچ وقت مقدم دونستن خودمون بد نیست. نیایتون نره، هیچ وقت مقدم دونستن خودمون بد نیستش. اما اون چی که به مقامات هستش، اون چی که به مقامات هستش، فرض فهمون علم من زیاد شه، پول من زیاد شه، نمیدونم چی من زیاد بشه، مسائل اینجوری هستش، نه انسان اول دیگر آنم دعا بکنه هیچ اشکالی نداره. بگه شما سر نماز اول خودتون دعا میکنید، گفتن السلام علینا و علا چی؟ عباد الله الصالح، سلام بر ما و بعد بر بندگان صالح خداوند تبارک و تعالی. اون جنبه هایی که انسان اگر جلو بیفته، اگر مقدم بیفته، زمینه تسلط شیطان بر اون نیست، زمینه هوای نفس نیست، اول خودش هم دعا بکنه به هیچ جایی بر نمیخوره، اشکالی هم نداره. خب پس این هم از این که در کجاها ما میتونیم خودمون رو و دیگران رو به هر حال باید مقدم بداریم، جایی هم هستش که میتونیم از کنم خدمتون که خودمون رو مقدم بداریم در دعا، اشکالی هم نداره. بعضی کسایی که گناه کبیره کردن در گذشته نمونه های هم ذکر کردن، فهمون تکلیف چی هستش؟ تکلیف این هست که باید توبه بکنه، همین، راستان تکلیف دیگه هم نداره. اگر او را در حال ارتکاب گناه دیده باشن، مقداری تنبیه کرده باشن، تکلیف چیست؟ میشه جونش هیچ تنبیه شده که شده دیگه. حالا بعد فهمان شما فهمانی بعضی از شیعیان هستن که باید بهشون شیعیان گفتید، با همه شیعیان باید محبت بکنید. بعضی از شیعیان هستن که به اهل بیت توهین میکنن و تمسخر میکنن. ببین کسی به اهل بیت توهین کنه اساسا مسلمان بودنش مشکوکه، چه برسه به شیعه بودنش. کسی که توهین به اهل بیت بکنه از نظر فقهی حتی واجب القتل هم هست، انسان اگر خوش بگیره میتونه بکشه طرف مقابل رو. این که کسی که توهین به اهل بیت بکنه چه اساسا تو حلال زادگیش و توی نطفه‌ش و اینا شک هستش، خطرناکه که کسی توهین بکنه به اهل بیت. این اینکه گفت شیعه هستش که بی ادبه، اساسا شیعه نیست، هیچ شیعه به اهل بیت توهین نمیکنه. خب بقیه ان شاء الله بمونه برای بعد. عرض کردم که پنجشنبه کلاس نداریم، ان شاء الله شنبه آینده در خدمتتون اگر امیدوار هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.